فقط در خاطراتشان مانده. همه میرفتن تهران کار میکردن، حقوق زیادی واسه همون نیومد، از زن و بچه دور بودیم، میرفتیم میموندیم تهران. حقیقتش رفت آمدش خیلی سخت بود واسه همون. وقتی اندیشه بکش به کار آمد، ما به این فکر افتادیم که چرا اینا برن اونجا کار کنن و بیان اینجا، کارگاه را همینجا را بندازیم، هم اونا راحت ترن، هم برای خودمونم معروم به صرف است. چرخ زندگیشان چرخید، اومدیم و مشغول شدیم، خدا رو شکر جوابم داد. خانه های روستایی شدن کارگاه های نقلی تولید کفش. کل کار کفش تو تولیدی انجام میشه، کلا با دست دیگه، کار دست. تا اینجا روستای شیرین‌آباد شهرستان فرهان استان مرکزی بشه قطب تولید پاپوش مخصوص کودکان در ایران. اینجا همه کار کفش کودک هم دیگه، کلا راسته کار ما اینه. حالا 22 کارگاه تولیدی کفش کودک در این روستا فعال است. بعضی از کارگاه پسرانه میدوزن، بعضی از کارگاه هم دخترانه. خلاقیت خودمون برای نظر مشتری. جوانان جویای کار در این روستا و روستای همجوار از این کارگاهان نان بر سر سفره میبرند. خیلی از کارمون راضییم و خیلی هم راحت تریم. هم از جوانای شیرین‌آباد هستن، هم از امیرآباد، هم تلخواه، من اینجا مشغول کارم. دستمایه کار آنها هم تنها و تنها مواد اولی است که پس از گذران مراحل مختلف، برشکاری، کار، دختدو، چسبندگی، پرس، میاد سمت پیشکاری، ما میکشیم رو قالب، بعد زیرگذاری میکنیم. هنر دست آنان به سرانجام میرسد و روانه بازار میشود. خب با اکثر شهرستان ها میره دیگه، اهواز، تبریز، تهران، عراق، مشهد. اگرچه آنها دغدغه‌مندند، مواد اولی همو خیلی گرون میشه، مثلا امروز با فردا مثلا میبینی خیلی 10% 20% رفته روش. و اگرچه سود کلانش را دلال ها میبرند، من که اینم 27 تومن 28 تومن از در اومده، این مثلا میره مغازه میشه 60 تومن 70 تومن، این وسط مثلا دلال زیاد پولش میخوره. اما آنان به روزی کم برکتدارشان قانند. بالاخره باید آستین همت بدی بالا کار کنید. میکوشند تا همچنان این صدا صدای آبادانی یک روستا باشد. سالانه تا 800 هزار جفت کفش کودک در همین کارگاه‌های کوچک تولید میشه که به قول جوانای این روستا اگر حمایت بشن و اگر بازار هم رونق داشته باشه، میتونن این تولید را تا 2 برابر افزایش